در خدمتون هستیم همچنان از رادیو آرینا موج اف ام ردیف 105.9 از تورنتو کانادا. الان ارتباطمون با کارشناس محترم برنامه برقرار شد. سلام عرض میکنم آقای رودگرنیا، حالتون چطوره؟ درود دارم خدمت شما و همینطور شنوندگانتون و همینطور کسانی که بعداً از آرشیو این صحبت رو میشنوم. امیدوارم همه صحیح و سالم و سلامت باشه. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای رودگرنیا. خیلی خوشحال هستیم که شما روی خط داریم و ممنون از اینکه قبول زحمت کردین و پاسخگوی سوالات شنوندگانم هستین. اگر که اجازه بدین من سوالات رو شروع بکنم. بخیر، قبل از این سوالا من دو سه مورد کلی رو خدمتتون عرض کنم که شامل همه چیز میشه. شرایط می‌خواستم فقط دو مورد سریع بگم. شرایط جدید و اسمش اساساً بحرانیه و جدید هست از این جهت که تون یکی دو ماه گذشته بازم خودش مدت طولانی نیست. تازه هفته پیش بخشنامه ها و مطالب جدیدی در سطح فدرال و همطور استانی مطرح شده به عنوان سیچویشن وضعیت ایمرجنسی. همین الان دیدم که شهردار اعلام کرد آقای توری که این هم برای هموطن ها کسان که مشتبن که میخوان اعمال کنن فاصله 2 متر کمتر کسی رو ببینن که دارن راه میرن یا پارک هر جا میخوان جریمه هایی روش بذارن، مگر اینکه از یک هاوسهولد از یک خونه باشن. هر روز داره وضعیت جدید پیش میاد. صحبتی که داریم میکنیم مال امروز 2 اپریل هست. فردا صبح یه بخشنامه جدید، یک دستور جدید میاد. این رو خواستم که دوستان در نظر بگیرن و همینطور توضیحات که میدیم چون میخوایم راجع به بحث تننسی اجاره و اجاره نشینی صحبت کنیم، رابطه مالک و مستاجر، حالت مسکونی، صحبتی که راجع به مسکونی میکنیم شامل تجاری نمیشه و برعکس. این هم یه وقتی به صلاحاتی نشه. بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحاتتون، کاملا درست میفرمایید. به همین خاطر هم هست که ما از کارشناسان معمولا در هفته‌های مختلف دعوت میکنیم روی خط ما بیان که با توجه به شرایط که هر لحظه به قول شما تغییر میکنه ما رو آپدیت نگه دارن. خیلی متشکرم. پس ما پاسخ این سوالات رو خدمت شنوندگان هم دوباره عرض میکنیم که با توجه به امروز 2 آوریل آقای رودگرنیا پاسخ این سوالات رو میدن. آقای رودگرنیا، با توجه به شرایطی که پیش اومده و خود شما هم اشاره کردین در پی شیوع ویروس کرونا که این شرایط بحرانی اعلام شده، آیا دولت فدرال یا دولت استانی، حداقل دولت استانی آنتاریو، راهکاری مشابه به تعویق پرداخت های اقساط وام مسکن که برای اون دست افراد که منزل مسکونی دارن اندیشیدند، آیا برای مستاجرین کسانی که اجاره پرداخت میکنن راه حلی اندیشیده شده تا کنون یا خیر؟ باید خدمت رو عرض کنم باز در مورد اجاره مسکونی دارم همه این موارد وقتی که میخواد مثلا برای حکم تخلیه گرفتن باید بره دست LTV بشین، Landlord Tenant Board، اون کمیسیون رابطه مالک مستاجر، اونه که اجازه داره و میتونه حکم تخلیه صادر کنه برای صاحبخونه به هر دلیلی که وجود داره مثل نان پیمنت، ندادن اجاره. اونها الان اولا تعطیل هست و اصلا حکم تخلیه صادر نمیشه. اونایی هم که شد الان یه حالت ساسپنده، نمیشه اجراش کرد. بنابراین کسانی که در جای اجاره نشین هستن، تجاری نه، اونها الان امکان گرفتن حکم تخلیه علیهشون وجود نداره. اما باید توضیح بدم که این دلیل نمیشه که در باز باشه و بتونن از این وضعیت استفاده کنند برای ندادن اجاره. خب در چه حالتی میشه پس مستاجری که حالا با توجه به شرایط کنونی حکم تخلیه هم نداره ولی خب پولی هم به اون چنان نداره با توجه به اینکه مثلا کارش تعطیل شده، هنوز EI نگرفته، پولی واریز نشده، آیا میتونه استناد بکنه به شرایط موجود و امتناع بکنه از پرداخت اجاره یا اینکه خیر باید اجاره بده؟ این توجه داشته باشید که بدترین کاری که میشه کرد در این شرایط که بعضی از هموطنان میکنن اون بی‌اعتنایی و دوری کردن از حتی تلفن مثلا صاحب ملک رو جواب نمیدن. حتما با صاحب ملک و حالا بعضی از رنتال هست، شرکت های و اون منیجمنت کمپانی که هست، یا اگر در خانه کسی هستید باهاش حتما مذاکره کنید. مذاکراتتون کتبی هم باشه. فرض بر این باشه که نمیدونیم مثلا این وضعیت چقدر، فرض بر این که مثلا از ماه دیگه عادی میشه و این بوردها، این کمیسیون شروع میکنه به باز کردن پرونده ها، شما میرید جلوی اون
بورد ممبر که میخواد براتون حکم بده آماده باشید. من دارم با مستجری الان صحبت میکنم. بله بله. مالکین طبیعی است که کار خودشون میکنن، باید بکنن. البته یه فرم N4ه، میدن بعد دو هفته میدن روش یه فرم L1 میذارن. گیشه ها بسته است ولی آنلاین میتونن این کارو بکنن. حالا این روی صحبت هم با مالک هستش، میتونید آنلاین برید و اگر مستجر نمیده پول نمیده این کار رو انجام میدید. ولی حالا اینکه بعد اگر وقتی نوبتتون شد رفتید جلوی اون بورد ممبر خواستید صحبت کنید، دیگه کار خودتون رو انجام دادید. مستجر هم باید کار خودشو کرده باشه، طوری باشه که نشون بده همینطوری از این وضعیت استفاده نکرده، بلکه اولا صحبت کرده، مذاکره کرده، مثلا بخشی از اون چه که میتونسته بده رو داده، نصفی یا بخشی از اون رو داده. و همینطور این هم اگر کپی باشه که بشه اینها رو ایمیل بزنن به لندلورد و که اینها رو داشته باشن برای روزی که رفتن جلوی اون بورد ممبر. این به حال این در باز خواهد شد دیگه، همیشه که اینجوری نیست. بله. بسیار آماده باشن و همینطور باید اونجا نشون بدن که من سعی کردم که مثلا یه جوری ستل بکنیم با هم. فقط این نکته آخر بگم که از 6 آوریل هموطنان دوستان شنونده هاتون باید برن آنلاین برای CRA ریونیو کانادا برن و تقاضا کنن برای CERB برای این یک فاند است که ایمرجنسی فانده برای کسانی که سلف امپلوی دارن، برای کسانی که منبع دیگه ای ندارن، از کارشون من و اینکامشون قطع شده. اینها رو انجام بدید و در ضمن اویدنس هم داشته باشید که رفتید این کارو کردید، نتونستید حالا رنت رو بدید برای اون روزی که برید و ثابت کنید. بسیار عالی. جناب رودگرنیا، حالا که تو همین بحث هستیم، میشه این قضیه رو لطف بکنید راجع به موارد تجاری هم یه توضیحی بدین؟ بله. تجاری همیشه وضعیتش یه چیز کاملا متفاوتی است، به این واضحی رزیدنشال نیست. در حالت تجاری یک قرارمداری است بین یک کسی که اومده این آفیس یا این مغازه رو اجاره کنه. اون لیس اگریمنتی که خیلی مهمه باید خدمت رو عرض کنم، شرایطی که اون تو گذاشته شده چندین صفحه است و بعد اون رو ممکنه که هر لیس اگریمنتی با اون یکی فرق کنه، از به این شکل نمیشه گفت. در هر صورت در این شرایط جدید هیچ مطلب جدید، هیچ بخشنامه، هیچ چیزی در مورد موارد تجاری نیست. باز برمیگردیم به همون که الان داشتم خدمت رو عرض میکردم که با ساب ملک دوستان که مستاجر تجاری هستن باهاشون وارد مذاکره بشن، نشون بدن که مثلا من الان به درآمدم قطع، مغازه بسته است و قصد دارم بدم. در حال اون شخص هم، اون مالک هم میبینه که اولا داره از شما طلبکار میشه، اگر بیرون کنه طلبش از که بگیره، پشت سرش شما رو بخواد تخلیه بگیره و منتظر شد که توی این وضعیت کی میخواد بیاد اون آفیس یا اون دفتر یا اون مغازه رو ازش اجاره کنه، یه ماهش رو بایستی به ریال استیت بده. همه اینها باعث هم نشون میده که بایستی سوای همین صحبت هایی که میکنیم هوای لندلوردتون رو داشته باشید و باهاش مذاکره کنید، ازش وقت بگیرید، یه جوری هپی نگهش دارید. بیش از این در قانون چیزی به اون شکل نیست. قرارداد لیسی که بستید اون حتی در مواردی میتونه کامرشال تننسی اکت رو هم پس بزنه، یعنی در اونجا یه هر قرارمداری که توش نوشتید حتی میتونه از خود قانون هم برنده تر باشه. بنابراین واقعا نمیشه اینجوری راجع به همشون صحبت کرد. بله خیلی متشکرم آقای رودگرنیا. حالا سوال بعدی رو حالا زحمت بکشید در مورد هم مسکونی. الو الو صدای بندر دارین؟ صدا رو دارین آقای رودگرنیا؟ دوست گرامی من اصلا صدا ندارم. صدای ما رو دارید جناب رودگرنیا؟ الو من اصلا صداتون رو نمیشنوم. خب اگر که صدای ما رو نمیشنون آقای رودگرنیا، دوستان همکاران محبت بکنن دوباره ارتباط رو برقرار بکنن که بتونیم صدا قطع شده بود. الان میشنوین صدای ما رو آقای رودگرنیا؟
خب بسیار عالی. آقای رودگرنیا، پرسش دیگه ای هست اگر که زحمت بکشین درباره هم مسکونی هم واحدهای تجاری توضیح بفرمایید عالی خواهد شد. آیا با توجه به این چیزی که حالا شرایطی که وجود داره، لندلورد به طور کلی با توجه به قوانین استانی، من اطلاعی ندارم که حالا احتمالاً در استانی متفاوت فرق بکنه یا خیر، آیا لندلورد میتونه از مستاجر بخواد که یک مبلغی حداقل به روی اجاره بها اضافه بکنه به عنوان بهره اگر که نمیخوان سر موقع پرداخت بکنن، این توافق این شکلی رو داشته باشن؟ آیا مالک همچین اجازه‌ای در استان آنتاریو داره و اگر که داره چطور موضوع میشه؟ مسکونی که بلد. خیلی ریز به ریز در قانون اومده و اون لندلورد تننت بورد آخر سر میخواد تصمیمشو بگیره، اونی همچین چیزی سوش نیست بله. و جایی برای بهره گذاشتن نیست، حتی اضافه کردن اجاره هم هر سال یه ریت خیلی ریزی اعلام میشه، چیکار هر کسی نمیتونه در سال همونجور که دوست داره اضافه کنه، و بهره که نه، بهره رو مال مواردیست که حکمی صادر میشه، از اون روز اگه بعد از اون حکم یک نرخ بهره رو داریم بعد از اعلام حکم، و الا در این حالت بهره نیست میمونه. در همون خدمتون گفتم در مورد تجاری ممکنه که مستأجر برای این که خیال مالک راحت باشه بگه خیلی خوب الان ندارم، باید با این نرخ با بهره حساب میکنم بعدن قسمندی میکنم یا هر چیزی. در مورد مسکونی هم بازم میخوام تاکید کنم که چیزی ویو نمیشه، چیزی بخشیده نمیشه. این ماها صرفا ریسکجول میشه، بعد بایستی قسمندی بشه و بعدا داده بشه. حالا وقتی که این برگرده LTV بیان دوباره سر کار شروع کنن، پرونده ها رو دیدن، میخوان چطور با این قضیه برخورد کنن، خب هنوز هیچ کدوم نمیدونیم. احتمالاً همین حالت قسمندی رو برای مستأجر ببندن برای ماهایی رو که از دست داده، ولی ویوی در کار نیست، هیچ بخشودگی نیست. بله خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای رودگرنیا. پس اگر اجازه بدید من در حد دو جمله خلاصه بکنم فرمایشات شما رو که سوء تفاهمی هم نباشه برای شنوندگان ما. پس به این ترتیب این که حالا هموطنان ما پاسخ لندلوردشون رو ندن، مالک رو ندن، بی‌اعتنایی بکنن، یا اگر موعد پرداخت شده حالا به قولی به روی خودشون نیارن، این روش اشتباهه و باید ستل بکنن به نوعی، به یک توافقی با مالک برسن که حالا چطور میخوان پرداخت کنن، یا قسط بندی کنن، یا دیرتر پرداخت کنن، یا اجازه برای ماه آخر اگه الان پرداخت شده مثلا برای ماه آوریل برداشته بشه. درست عرض میکنم؟ دقیقا همینطوره. از این که بسته هستش لندلورد تننت بورد و حکم تخلیه ای رو شریف اجرا نمیکنه، این دلیل نمیشه که بخوان رنت رو ندن. شما بار داره اضافه میشه ماهای بعد، اگر الان میتونید حتی قرار بذارید نصف شم بدید، هر چقدر میتونید بدید، بعدا از بار مالی خودتون کم کردید. درسته، کاملا صحیح. خیلی متشکرم جناب آقای بهمن رودگرنیا، ممنون از اینکه روی خط ما اومدین. اگر که سوالی بود و باسم شنوندگان ما درخواست کردن، خوشحال خواهیم شد که روزهای آینده هفته آینده شما شرایط بهتری با هم دوباره حتما ما هم همچنین امیدوار هستیم. مرسی، عصر خوبی داشته باشین. قربان شما، خدا نگهدارتون. جناب آقای بهمن رودگرنیا رو روی خط داشتیم، کارشناس پارالیگال از شرکت Canadian Standard Legal Services که به سوالات ما و سوالات شما پاسخ دادند.